در سفر اسراء و معراج پیامبر سوار براق بود، جبرائیل پیشاپیش بر قومی گذر کردن، دید که گروهی نشستن به اندازه یک بند انگشت دانه نخودی سنگ از دهانشون میفته رو زمین. پیامبر رسید بر این گروه از امتش، به اندازه دانه نخود سنگ از دهانشون میفته روی زمین، بعد بزرگ میشه به اندازه گوساله و گاو. بعد همون فردی که سنگ به اندازه دانه نخود افتاده از دهانش، وقتی بزرگ شد به اندازه گاو، دوباره میخواد ببره تو دهانش همون سنگی که تبدیل به گاو شده، بزرگ شده. هر کاری میکنه پر به پر دهنش، داخل دهنش نمیره. اینطوری چشماش در آمده، سر شده، رگاش ولن کرده، نمیره تو دهنش. به جبرائیل گفت اینا چه گروهی از امت من هستن؟ به من بگو، من بشناسمشون. گفت اینا کسانی هستن که بهتان میزنن. اول کلمه کوچیکه، به اندازه دانه نخوده، فکر میکنی چیزی نیست، از دهان بیرون کرد، فلانی خرابه. بعد که افتاد رو زمین تو جامعه پخش شد، بزرگ میشه مثل گوساله. بعد پشیمون میشه، میگه من فکر نمیکردم که این کلمه کوچک اینطوری بزرگ میشه، به خلیج و منطقه و فلان و همه جا با تلفون آبروی کسی بره. حالا پشیمونم، میخوام همین سنگو بر بگردونم، یعنی کلمه رو بر بگردونم، معذرت خواهی بکنم، حالا دیگه کلمه جمع نمیشه. میگن در زمان امام مالک بوده رحمت الله علیه، چهار نفر باید رازنگهدار باشن، چهار نفر. یک غسال، امروز یک میتی رو دفن کردیم، یه نفر که رفته بود بالای سر میت خیلی حرف زشتی زد، خیلی ناراحت شدم. آمده بود تو جمع تعریف میکرد که این میت ورم کرده، اعضای بدنش ورم کرده، همجور اسم بود که من رسیدم. این جاهایی که نباید بگه، اسرار میت. چرا گفتم غسال باید قاموخیش باشه؟ اگه پدر من فوت کرد، من باید غسالش باشم، چون زیر لباس اسراری داره که نباید دیگران بفهمن. سنت اینه، این که غسال بیگانه میاد پدر منو میشوره، این خلاف سنته. اسرار پدر و خانوادگی من فاش میشه، من زیر لباس نمیدونم چه دارم، شاید این زیر لباس دارم. غسال باید رازنگهدار باشه. دو، پزشک و طبیب زن و مرد بهش مراجعه میکنن، اسرارشو میگن، رازنگهدار باشه. عالم، مردم، سوال شرعی، مشکلات خیلی حساس، باید راز نگهدار باشه. و ماما، دایه، خیلی خطرناکه. دایه که سر هنگام وضع حمل حاضر میشه، ماما باید راز نگهدار باشه. تا 40 روز رفت آمد میکنه تو اون خونه، خوصاً دایه های محلی. در زمان امام مالک بوده رحمت الله علیه، میگن یک پیرزن غسالی رفته بود که یک زن میتی رو غسل بزنه. شروع کرده بود از پاهاش از این طرف اون طرف و شکمش، تا رسیده به شرمگاه اون زن. وقتی به شرمگاهش میرسه، شروع کرده به تمیز کردن شرمگاهش، حالا شستشو دادن. بعد میگه چقدر این شرمگاه زنا کرده، میگه چقدر این شرمگاه زنا کرده، دستش میچسبه به رون اون زن. هر کاری میکنه جدا نمیشه، این طرف اون طرف. بعضی گفتن باید دستش این قسمتی بریده بشه، گفتن نه این زنده است، باید ران میت چیده بشه، اون مرده است. هر کسی یه چیزی گفت. خبر به امام مالک رسید رحمت الله علیه، گفت که ازش بپرسید زمانی که این غسل میداده اون میت بهتان نزده، حرفی نزده، پیرزن به گریه افتاد. گفت شلاق ببرید حد بهتان رو بهش بزنید تو همون حمام. 80 ضرب شلاق بهش زدن، دستش جدا شد. اگر حسنات به دست میاریم حفظش بکنیم، مواظب نگاه هامون، قضاوت هامون، پیش قضاوت هامون، زبان هامون آزادش نکنیم. خدا زندانیش کرده این زبان، این دندانها میله های آهنه. بعد دو تا در بیرونی هم گذاشته که هم بیرون بی خود و بی جهت بیرون نیاد.